سلام دوستان خب تو دو این جلسه میخوایم در خصوص انحراف معیار و واریانس با هم صحبت کنیم تو جلسات قبل ما در خصوص میانگین با هم صحبت کرده بودیم و گفتیم که میانگین داره تجمع اعداد رو نشون میده که کجا هستش مثلا الان میانگین یه یع اعداد یعنی 523 هزار مثلا داره میگه که من فروشم تقریبا هر ماه اینقدر مقدار بوده حالا مثلا یه ماه جدید بخواد بیاد من انتظارم اینه که حدوداً هزار تا باشه خب چون تجمع اعداد رو داره نشون میده میگه بیشتر اعدادی که رخ داده فروشایی که رخ داده به این عدد نزدیک بوده حالا انحراف معیار چی داره میگه انحراف معیار یک معیار یا نماد پراکندگی هستش داره میگه اعدادی که تو اینجا وجود دارن چقدر میتونن نسبت به میانگین دورتر باشن یا نزدیکتر باشن میانگین در واقع داره انگار مرکز اینا رو نشون میده میگه وسطشون کجاست انحراف معیار داره انگار فاصلهشون از اون مرکز نشون میده میگه چقدر فاصله دارن پس ما هر چقدر انحراف معیارمون کوچیکتر باشه پراکندگی مون کمتره و هر چقدر بیشتر باشه پراکندگی مون بیشتر هستش و ما دوست داریم که پراکندگی کم باشه چرا دوست داریم که پراکندگی کم باشه چون میخوایم بر اساس میانگینی که به دست میاریم واقعا بتونیم اعدادمون رو توصیف کنیم بگیم این که مرکزشه واقعا اکثریت مثلا فروش های من تو همین هلوهش رخ میده میتونم پیش بهتری بکنم واسه فروشم میتونم برنامه ریزی بهتری بکنم اما تو اینجا مثلا در نظر بگیرید هزار تا من انحراف میارم هست یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این 523 هزار تا ممکنه خیلی مثلا نامناسب نشون بده. ممکنه 700 هزار تا هم داشته باشم. حتی 900 هزار تا نزدیک 900 هزار تا هم داشته باشم. ببینید الان اینجا نزدیک 900 هزار تا هستش. خب؟ و این داره نشون میده که پراکندگی بالایی وجود داره اینجا. خب 808 هزار تا هست. الان در حال آقا و حتی از اون طرف فقط زیادتر نه میتونه کمتر هم باشه یعنی حدود 200000 هزار تا هم وجود داشته باشه یا بدتر نزدیک صد هزار تا دو تا انحراف میار کمتر ما تقریبا اعدادمون بین دو انحراف میار پراکندن سه انحراف میار کمتره منظورم دو انحراف میار یعنی چی؟ یعنی اگر این مقدار که الان میانگین هست وسط خب اعداد واقعی یه چیزایی بین میانگین منهای دو زب در یه انحراف میار هستن دو زب در انحراف معیار هستن یعنی یه چیزی بین این مقدار تا این مقدار میتونم باشم ولی تجمع یا مرکزشون این مقدار میشه که میانگینه این میشه منهای دو انحراف معیار این میشه به اضافه دو انحراف معیار میبینین که 59000 احتمالش کمه پیدا بکنیم ولی 100000 تا رو احتمالش تعداد زیادی رو داریم میبینیم که 100000 تا هستن 900000 تا رو نمیبینیم ولی 800000 تا رو میبینیم این داره نشون میده که ما الان با دو انحراف معیار تمام هامون رو یه جوری داریم پوشش میدیم و بقیه نمیبینیم ولی میتونیم اگه بخوایم دادهامون رو کوچیک‌تر کنیم 1.5 انحراف معیار بذاریم میبینیم که الان خیلی دیگه نزدیک شده به اون مقادیری که در حال حاضر وجود داره خب مثلا اینجا 120 هزار تا 122 هزار تا رو داریم اینجا هم 800 هزار تا رو داریم خب پس الان من از طریق انحراف معیار میتونم واقعا بفهمم که رنج فروش من تو چه بازه ای بوده و برای ماه بعد میتونم بگم که آقا تو این رنج هستش هر چقدر این بازه کوچیک‌تر باشه به وسط نزدیکتر باشیم میتونم پیشبینی بهتری بکنم میتونم برنامه ریزی بهتری بکنم پس این انحراف معیار کم مطلوب ما هست کوچیک باشه ولی انحراف معیار الان بزرگ هست می‌بینید من نمیتونم به این خوبی برنامه ریزی کنم بالاخره 175 هزار تاست یا 871 هزار تاست خب هر چقدر پراکندگی بیشتر باشه قابلیت برنامه ما کمتر میشه خب این انحراف میار واریانس چی هستش ببینید تو آمار ما در واقع واریانس داریم واریانس توان دو انحراف میاره یعنی این به توان دو میرسه که میشه همون واریانس ما که ببینید یه مقدار هستش یعنی تفاوتی نداره حالا این از فرمول واریانس استفاده میکنه این یکی از فرمول انحراف میار استفاده حالا بریم وارد اکسلش بشیم ببینیم چجوری از فرمول هاش میتونیم استفاده بکنیم ببینید من بخوام انحراف معیار رو محاسبه کنم باید بنویسم ST یعنی STD EV یعنی استاندارد دیوییشن خب یعنی انحراف از معیار که دو تا دارم یکی پاپولیشن هست یکی اس هستش اصولا از اس استفاده کنیم یعنی سامپل وقتی که از اس استفاده میکنیم یعنی اینکه من یک جامعه بزرگتری داشتم اومدم یه سری نمونه ازش گرفتم و حالا از این نمونه میخوام انحراف معیار اون جامعه رو برآورد کنم به دست بیارم که اینجا من میتونم به راحتی اعدادم رو توش قرار بدم بگم از این رنج تا این رنج هستم میتونم کل اصلا کالم رو بگیرم واسه اینکه خالی ها و تکسار رو اصلا SDDS در نظر نمیگیره و به راحتی اینتر بکنم خب یا یعنی اینکه رنجتون رو در نظر بگیرم این stdds فرقش با STDVP اینجا ازش نها کنید اینجا من STDVP استفاده کردم یعنی population جامعه این چی داره میگه فرضش اینطوری هست میگه آقا این اعدادی که الان اینجا هستن تو قرار دادی کل جامعه تو هست نمونه گیری نکردی مرفرض مثلا تو تولید داشتی اومدی مثلا کتاب تولید کردی ده هزار تا کلا کتاب تولید کردی فروختی تموم شد دیگه ای نمیخوای از این کتاب بفروشی یا بخری فقط همینا هستن و همشون اون اومدی در نظر گرفتیم اون وقت وقتی که تمام دادهات و داری از STDV پی استفاده باید بکنیم پس اینجا غلطه که از STDV پ استفاده کنم چون من همینطوری کانتینیو دارم ماه 11, 12, 13 ولی وقتی که ادامه نداشته باشه همین باشه دیگه اعداد اضافه نشد و از STDV پی استفاده بکنیم فرقش رو هم تو فرمول آماریشون هست این میشه در واقع اه این میشه در واقع مجموعه مربع و تقسیم بر ان، های یک این میشه مجموعه مربع و تقسیم بر n خب توی این n های و n تفاوت دارم این نزدیک هم هستن ولی اعداد متفاوتن واریانس هم همین معنی رو داره دیگه واریانس گفتیم به توان دو انحراف میاره چرا ما اینجا واریانس رو داریم ببینید توی آمار ما در واقع واریانس رو داریم و انحراف معیار رادیکال گرفته شده واریانس هستش و ما اومدیم انحراف معیار رو برای این ساختیم که هم جنس باشه از میانگین یعنی اگر مثلا این فروشه مقدار فروش پول فروش مثلا تومن هستش انحراف معیار هم تومن هستش ولی این تومن به توان دوه بخاطر همین مناسب نیستش پس بخاطر اینکه هم جنس باشن من از انحراف معیار استفاده کردم و واریانس واسه کارهای آماری هستش خب ما واریانس نمونه داریم که دقیقا به همون دیدگاه هستش وقتی که من نمونه گیری کردم از واریانس نمونه استفاده می کنم یعنی اینکه جامعه من نامحدوده یعنی من داره به اعدادم ممکن همینطور اضافه بشه مهم نیست که در حال حاضر اضافه نکردین میتونه اضافه بشه به خاطر از انحراف معیار نمونه یا واریانس نمونه استفاده می‌کنم ولی اگر اضافه نشه میدانم که اضافه نمی‌شود و فقط همین داده‌ها خواهد بود اون وقت از پی یا پاپولیشن استفاده بکنیم خب این هم از انحراف میار که یه میار خیلی مهم هستش باسه این که بتونیم باش برنامه ریزی بکنیم و مثلا بدونیم واقعا فروشمون هلوش میانگین بوده یا نبوده و چه کارهایی باید باستش انجام بدیم برمارد ممنون از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدید تایم محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت سایت کانال یوتیوب دیاکو تیدی و کانال تلگرام یا که ال تی دی مراجعه بکنید